بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. منابع محلی در استان بدخشان در شمال شرقی افغانستان می گویند که فعالیت 6 مرکز بهداشتی تحت حمایت سازمان بین المللی مهاجرت IOM در این استان از روز دوشنبه 8 مرداد متوقف شده است. ساکنان محل می گویند که بسیاری از افرادی که توانایی مراجعه به پزشکان و خرید دارو داشتند به این مراکز مراجعه و داروی رایگان دریافت می کردند. آنها می گویند که با توقف فعالیت این مراکز بهداشتی هزاران نفر با مشکل مواجه خواهند شد. گروهی از دانشجویان معترض در بنگلادش هشدار دادند که اعتراضات اخیر در این کشور که بنابر داده‌ها بیش از 205 کشته از جمله در میان نیروهای پلیس بر جا گذاشته است، تا آزادی رهبران معترضان از بازداشت با شدت بیشتری از سر گرفته می شود. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعضای گروه دانشجویان علیه تبعیض که اعتراض مسالمت‌آمیز آنها در مورد سهمیه مشاغل دولتی به خشونت در سراسر بنگلادش کشانده شد، از روز شنبه گذشته تهدید کردند که به توقف یک هفته‌ای خود پایان می‌دهند و دیروز با شدت آن را از سر گرفتند. بر اساس این گزارش، اعتراضات اخیر که طی 15 سال گذشته یکی از بدترین دوره‌های نخست وزیری شیخ حسینا را رقم زده است، تا کنون دست کم 205 کشته بر جای گذاشته که در میان آنها نیروهای پلیس نیز به چشم می‌خورد. آمارهای منتشر شده توسط نظام مراقبت سندرومی که در ایران نشان می‌دهد موارد ابتلا به تب دنگی تا پایان تیر ماه 1403 به بیش از 152 نفر افزایش یافته و میزان مرگ و میر نیز تنها یک نفر گزارش شده است. با این وجود، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضعیت را نگران کننده خوانده و تأکید کرده است که در کشور با یک اپیدمی رو به گسترش روبرو هستیم. تب دنگی که از نوعی پشه به نام ایدز منتقل می شود به تب استخوان شکن نیز معروف است و دارای علائمی چون تب بالا، سردرد، درد بدن، درد پشت چشم، تهوع، استفراغ، دلدرد و بصورات پوستی است. نخست وزیر دولت مورد حمایت عربستان در یمن اعلام کرد 50% کودکان کشور از سوء تغذیه مزمن رنج می‌برند. احمد عوض بن مالک، نخست وزیر دولت مورد حمایت عربستان در یمن، تأکید کرد که دیدگاه دولتش بر این امر تمرکز دارد که نیروی انسانی مهمترین منبعی است که با وجود چالش‌های بزرگ و فشارهای مالی و اقتصادی که با آن مواجه است، باید از طریق ارائه خدمات و برنامه‌های ویژه بر آن سرمایه گذاری شود. وی اشاره کرد دولت از بعد جمعیت با چالش‌های مواجه است، به طوری که 45% از جمعیت کمتر از 16 سال هستند و 65% از جمعیت در سن کار قرار دارند. همچنین 50% از کودکان از سوء تغذیه و 21% دیگر از کوتاهی قد ناشی از آن رنج می‌برند.